عایشه تنظیم خبرنگار صدای آمریکا از زندگی یک نوجوان پاکستانی گزارش می‌دهد که به رغم ناتوانی جسمی روحیه خود را حفظ کرده و بر زندگی خود چیره شده است. به ویژه در کشوری که امکانات رفاهی برای ناتوانان جسمی و روانی هم وجود ندارد. ترجمه فارسی این گزارش را. عمر جاوید یک نوجوان عادی نیست. او بسیار جاه طلب است. رویای کودکی من این بود که رئیس جمهور پاکستان بشوم. برای کشور کار خارق‌العاده‌ای انجام بدم. به تروریست پایان بدم. سیستم آموزش جدیدی رو ارائه کنم که مدرسه، کتاب، نوشت افزار و یونیفرم برای همه مجانی باشه. عمر جاوید بدون دست به دنیا آمده ولی پدرش هرگز اجازه نداد او افسوس بخورد و برای خود احساس ترحم کند. او به قدری برای انجام کارها از پای خود استفاده کرده که حتی به اینکه دست ندارد فکر نمی کند و به رغم اینکه هنوز شاگرد دبیرستان است در راه استقلال مالی قدم بر می دارد. یه روز نقاشی کشیدم که 5000 روپیه به فروش رفت. تا حالا 155 تا از نقاشیامو فروختم. ولی زندگی او نمونه ای از زندگی شهروندان ناقص العضو پاکستان نیست و فعالان مدافع ناتوانان جسمی از عدم درک مسئله نقص عضو در پاکستان گله دارند. من در تجربه شخصیم دیدم که پدر و پدر بزرگم تمام پسنداز خودشان را خرج کردند و در آخر بهشان گفته شد این نقص عضو درمان نداره. مدارس عادی امکاناتی برای پذیرا شدن دانش آموزان با نقص عضو ندارند. مدارس ویژه نیز بسیار کم و فقط در شهرهای بزرگ وجود دارند. مکانهای عمومی، وسایل نقلیه عمومی و دستشویی‌ها نیز مناسب استفاده معلولان نیستند. صندلی چرخدار در پاکستان بسیار نادر است و در نتیجه بسیاری از معلولان حتی نمی‌توانند از منزل خود خارج شوند. به این دلیل عمر جاوید تصمیم گرفت بدون درخواست هیچ گونه کمکی زندگی خود را اداره کند.